صلات واجب کردن که بر فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان استادتر باشه. بله، تحقیقم باید بکنه. تحقیق کی بکنه؟ مسئله سه هستش. میگن مجتهد رو بعدم تو مجتهدها علم و سرام میشه. راه اول خودش بتونه تشخیص بده، دوم دو نفر عالم عادل که میتونن مجتهدها علم و تشخیص بدن بگن چرا تحقیق باید بکنه. مسی محمد صلاح این برای تیم لیورپول توی انگلیس بازی میکنه، بعد این بازیکنان شعار تماشاچی ها شعار دادن که اگه برامون گل بزنی همه یه جا مسلمون میشه و همه امسال روزه دیگه شعار دادن. بله باش، این مسلمانی این شکلی مثلا ده هم میدونه. حالا اونای حرفی بزن اینجور بند خدا خوشش میاد میخوان اون رو راضی کنم، ولی انسان دنبال حق باید بشه، دنبال حقایق بشه. پیغمبر تعریف هر سری رو میفرماد، میفرماد علیون مع الحق و الحق مع علی، یا فرمودن عمار هر جا حقه میره. درسته، اونا بعد دنبال باشیم. حالا هر کسی، حالا خوشش اومده میخوان این خوشش بده. توی دهات ها خربن که گندم ها خربن میکنن، امکانات مالیشون هم خنگی و گندم و این هست. بله، وقت مثلا گاهی بدهکارن میگن سر خربن میدیم چون نداره قبلش، بعد میرن میگن. توی عروسی یک کسی حالا چی میکنین خوشش میاد، حرف میزنه این خوشش میاد، میگه سر خرمن بیا مثلا یه من گندم بده. میادش میگه ببین من یه حرفی تو زدی من خوشم اومد، میخواستم یه حرفی بزنم خوشت بیاد، گندم کسی به کسی نمیده، میخواستم الان خوشت بیاد. حالا یاد اونو نه، اون که معلومه خود دین باید برای حق و حقیقت و اینها باشه. حالا میخواد یه چیزی خوشش بیاد. اینو خدا تشخیص میده و باور کنم انسان اعتقادات دین رو اصول دین رو باید باور کنه. باور که کرد از هر راهی باید باش مسلمان بشه. حالا یک کسی میگه چون من باور کردم، خودش میدونه خدا، خب باید باش از این راه باور کرده، ولی بالاخره اصول دین به کسی بستگی نداره. ما حتی نمیتونیم بگم چون محمد بن عبدالله آدم خوبیه من خدا را قبول دارم. نه، من خدا را قبول داشته باشم تازه محمد شکل میگیره و قیافه میگیره و پیغمبر اون خدا میشه، اگر نه که اونو نشناسم گوش آدم معمولی. اون جلوتره. خدا رو باید با اساس همون شناختی که خدا با آدم القا میکنه ایمان بیاره و قبول کنه و بعد شکر خدا را. اینا اینجای امام جماعت ما داشتن سوره جمعه رو میخوندن، یک کمی صرفش کرده، یک کمی قاطی شدیم آیات با هم دیگه، برگشتن از عقب و مجددن شروع کردن. مثلا یه آیه دایی اومده هم وقت نفره سالکم خیرون لکم و گفت سالکم خیرون لکم، یکی از معمولم یه اشاره کرد ولی ایشون دیگه متوجه نشد، نماز همینجوری ادامه پیدا کرده تموم شد. سیراز داره این نماز کجای نماز بود یادش هست؟ سوره بود؟ بله، بله. خب حالا میافته تو داستان مرجع تقلید ها. این آقای پس نماز مقلده که مثلا من خودم امام خمینی، خب ایشون سوره رو میخواد، آقای خمینی سوره رو اما سوره رو که میخواد خود ایشون هم فتوا میده که اگر امام غلط خوند و صحبه نکرد بته بالا خوده، ولی خود امام نمازش درسته چون صحبه، اما این میگه که از اونجا به بعد فرادا بکن. ما تو نماز جمعه است؟ نه تو نماز بله هیچ، خب شما چی میگه از اونجا به بعد و به معمومش های خمینی به مقلدش میگه اینجا که غلط خوند اینجا رو درستش رو بخون و برو جلو، بقیه هم نمازم خودت بخون. ما که نمیدونستم این مسئله رو دیگه، حالا اینجوریه دیگه مسئله. ببینم اگر کسی مسئله رو ندونه، میگن اگر روح رکنی رو در اثر ندونستن مسئله خراب کرده. نه، سوره واجب رکنی نبوده. اینجا این دفعه رو صرف نظر میکنن از شما و میگن نبینیم دیگه که ایوان. خوشبندشم نماز عشارم خود رو بوده. حل انشالله که خیر. در نماز مستحبی میشه در سجده یک بار گفت سبحان الله یا نه؟ خب میخونیم.
نماز مستحبه با واجبش این مسئله قبلی، این مسئله قبلی که الان گفتم، این لازمه که معموم اینقدر چند خاش کنه تو کار امام ارزم بر این که میگن خودش شده با اون حمد و سور و علابچه و اینا دقت هایی که میگفتند و این آقایون تجویدی و نهی ما قضیه مال اوائل بلوغه میرفتیم به جا و مثلا حس کردم این آقا غلط مثلا سابق غلط گفت به ذهن خودم وقت متاید داستانی داریم اگر وقت آدم نشنوه آقا چی گفت بنابر اینه که درست گفت من جاهایی که احتمال میدادم نکنه به شک بیفتم و اینا گوش نمیکردم یا صرفه میکردم عمدن که نشنوم صدا امامو که باید درسته و کارم بگذاره بره نه بله بله الان ایشون هم صرفه کرد که نفهمه اصلا ما چی میگونم من دیگه درست پرشتیم آقا بایی صدا رو میشنوستم بله می‌فرمایید سجده میشه بعد گفت سبحان الله یعنی گفتین برای چی برش احکام رکوع و سجود هم تو رکوع مطرحش می‌فرمان هم تو سجده ذکر در رکوع میگن که در رکوع هر ذکری بگوید آره بله ده بیست و دو شروع شد بحث ذکرش که میاد ده بیست و هشته انسان هر ذکری در رکوع بگوید کافیست احتیاط واجب به قدر ستا سبحان الله یا به قدر یه سبحان ربی العظیم و به حمده در سجده هم باز همین داستان پیداش میشه در ذکرش همینجوری میگن حالا از رو بخونم بازم در سجده میگن هر ذکری بگوید کافیست جلالله بله تو ده چهل و نه میگن که باز احتیاط واجبه این احتیاط واجب آیت الله یه سبحان الله کفایت میکنه حوصله نمیکنی شما سوال کردی حوصله جواب رو ندیدی من تو کوچم اینو بلد بودم میگم که روشن بشه قصه بلد در منه تو گفتم درسته احتیاط واجب با آیه بهجت رجوع میشه خود منم بدون سبحان الله رو قبول کردم این مسئله های اینجوری رو پنج مرتبه پنج بار شد هر بار ساعت ها حمله کردم به این مسئله عدل به روایات نمیشد تا چهار بارش هی احتیاط میشد میترسیدم بعد یه خیالم رو هست چون یه بار میشه آی بهجت چجور کرده که دیگه خیالش رو شده یه بار میشه احتیاط یعنی من بلد نیستم مرجع میگه حالا احتیاط کنید که نه دیگه فتوا بده بله نماز مستحب فرمودن دیگه نماز واجب فرق نمی‌کنه واجب مستحب این قسمتش نماز بله نماز نماز روزم روزه است بله اینو به خاطر این پرسیدم در نماز شب که وقت تنگه استفاده کنیم بله خدا شما قبول کنه خدا ان شاء الله حضرت آیه 10 سوره دخان بله صفحه 496 بله اینم 496 می‌فرماید فرتقه بیوم تحت سماعون به دخان مبین پس انتظار روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد یا رحم الرحیم این انتظار کی به وقوع پیونده و بله این قبل قیامت بگن اگه باشیم اون وقت بعدش مخواد قیامت داشت همه جا رو دود گرفت قبل از ظهور حجته یا قبل نه 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 دیگه بعدش قیامت میخوادش بعدش دیگه همه شو قبل از قیامت از علائم قیامت بله کوها که مثل پندرش بله اینا زمانیه که همه ما ها از دنیا رفتیم بله قبل از این هم از دنیا رفتیم بله یه سیحه بیادش یه لحظه همه میمیرن بله بله حالا بله باید نگاه کنه ممکنه قبل از اون سهه این دودرم ببینه بله من نگاه کردم بله خدا خواست دیدیم و مردیم بله نگاه کردم دیدم از فرمایش تا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و سلم که با ابو حذیفه گفتن فرمودن که از علائم قبل از ظهور پسر مهدی قائم ما 10 تا علائمه که یکیش دخانه آیا این هم هست اگه باشه اگه این روایت درست باشه بله ممکنه خب اونم باشه بالاخره اونا باید این حرفا رو بزنن بله وقتی جای خوبش بنده خدا
آقای مکارم تو تفسیر نمونه اینا خیلی زحمت کشیدن، روایت ها رو در آوردن، قولا رو در آوردن که مال کجاست کیه. اگر این فرمایش شما صحیح باشیم که هست، این میتونیم استفاده کنیم و استنباط کنیم که در شب قدر که شب 23 سوره دخان هم وارده، شاید احتمالا به خاطر همین موضوع باشیم که قبل از ظهور حجت هست و چون اون شب شب قدر. نه نه خوب نه اون هم با سوره های خوب شب های قدر بعضی سوره ها رو توصیه کردن، ما تحت سما به دخ ما همین که شما میگوید در آوردن. دا ببینید این آقای مکارم خودش بوده با 10 نفر هم کمک داشته، شنو 11 20 سال هم کار کردن، 16 تفسیر هم مو به مو خوندن، خیلی زحمت چیز خوبی شده. هر چی دلت بخواد اونجا گفت، مگه دیگه بلد نبودم. آیه بعدش آن دود همه مردم رو بله یخشن ناس فرا میگیره، هادا عذاب علیم، رب نکشف ان العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا و قد جاءهم رسول مبین. این نشون میده که هنوز نمردن، ده که میگن اینو مال قیامت باشه، بعدش قیامت باشه. حتما داره بله. الان شما یه نفر تو چاه افتاده میری به هر زحمتی درش میاری، ثواب نداره؟ این نماز میره به داد این مرد میرسه گرفتار میگیره، با اینکه پول میگیره ثواب باشه، اونم ثواب داره. الان من تو چاه افتادم طرف پولم بگیره درم بیاره چقدر ثواب داره؟ پول داشته باشم بدم بله اون ثواب میبره. بنا نیست پول نگرفتن ثواب زیاد کنه، چون بعضی وقتا آی مکارم دیدم تو حاشیه هاشون گم بعد پولم بگیرن، زندگی هم بعد بگذره. یه شخص سنی به امام ششم گفتش که آقا سنی ها میگن که معلم های قرآن حروم پول بگیرن به این بچه ها قرآن درس میدن. فرمود خدا لعنتشون کنه، میخوان بچه هاتون قرآن بلد نشن. برای اینکه وقتی پول ندید و برون بله خرج در آوردن این بچه تون بیاد نمیگیره، خب پولو بهش بدید، خب برای بچه درس میده زندگیش میگذره، بچه تون قرآن خون میشه. بله بعضی وقت پول دادن خوبه. استنباط داره که آجا برای این چیز پول نگیریم، بحث استنباط هست؟ نه نه ببینید اونجا راه نیستش. ببینید خود کسب درآمد، درآمدهای حلال، هر درآمدی واجبه از رو بخونیم که گردنه آقایون بیفته. اتفاقا دیشب 111 بودش، جناب آقای هوشیاری منزل ما بودن، زنگ زدن دفتر امام رهبری، اون آشناس با اون کارمنده، گفت دقیقا هنوز قیمت رو نگفتن، دارن قیمت عوض میکنن، چون قبلا ما 3 میلیون میگرفتیم. گفتم که آقا مرزایی قیمت رو گفت به منم بگو چون افراد میپرسن جواب بدم. یکی از افراد که میپرسن الان شما هست، ایشالله جوابش بیاد. نه 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 اتفاقا روزه رو گرفتنش یه قیمتی داره، روزه که پول با پول میشه، مدت عام داد که آی سیستان روزه متوفا رو با پول هم میگه میشه. نه دفتر مقام رهبری شاید الان 15 روزه، این بار دوم سوم من یه تعقیب کردم، گفتن شور میکنن قیمت میگیرن همجوری یخلی نمیگن. خب مهم میگن نسیخ بسوزه نه کباب، خب اون بنده خدا نماز بخونه اون پول بگیره حقشه، اما بی خودم گرون نکنم. میپرسن گندم چقدر چی 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 گندم. نه حالا با اونجا رو چون آشنا هستیم، والا دیشب دیدم آقای هوشیاری داشت به اون بنده خدا میگفت من از دفترهای وحیدم میپرسم تو تلفن، دیگه نپرسیدم اونجا پرسیدی یا نه. شما مگه دفتر زدید همینطور تحقیقات کنید؟ اگر کسی پول بگیره عجیب بشه برای نماز و نخونه، از اون متوفا قبول میکنن یا نه؟ نه خیر ببینید این وقتی من پول از شما بگیرم که دوا برای مریض شما بگیرم بدم بخوره، پول رو برشم در رفتم، مریض شما که میمیره هیچی دوا نیست دیگه، منم مدیونم هیچی چی نه خیر. بله در ظاهر ورثه تکلیفشو انجام بده، مطمئن بوده که میخونه، اما خب مرده بیچاره لنگ. آقا چی
چجوری باید میدونه مطمئن بشیم مثلا دوربی بشمن؟ نه میدونم، نه دستور داره ها، احکام داره. حالا این احکام چیز رو میخواستیم بفهمیم نه اونجورا نیستش. ببینید نرید دنبال یا اینا، چون آخه زندگی ها و اینا به هم چی باشه پول نگرفتن نیارید. بس ببینید اینجا در احکام خود پول برای چی میگیرن؟ پول میگیرن وقتی گرفتن میرزن تو جوب و میرن، خب خرج داره طرف میگیره. حالا آیا برای درآمد در آوردن چقدر ما مأموریم، چقدر ما خدا از ما میخواد؟ الان میخونم از رو برش. شماره مسئله 2053 2053 بخون. کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه باید نذر کند. باید 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 مثل نماز، مثل روز باید. مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا کسب کردن و مستحصل کردن. حالا ما داریم به قدر خرج خود و زن و بچه‌مون، بازم مستحبه، حالا دیگه واجب نیست. مستحبه درآمد در بیاریم، وسعت بدیم، خونه رو بزرگ کنیم، فرشا رو چی کنیم، به قول یه طرف زنار زیاد کنیم، وسعت دادن به ایالات و دست بزن، اصلا پولدار بشیم که خمس زکات گردن بگیره بریم به اونام بدیم. باز با کسب کردن مستحبه که در هر حال کسب کردن و درآمد در آوردن مطلوب هستش. ارزم بر این که من و شما نبودیم زمان ائمه، زمان پیغمبر ائمه، تو تاریخ ها من دیدم بهترین درآمدها و بیشترین درآمدها رو در می آوردن، دائما هم مشغول بودن. بله خب بدن میدن، خب هر سری رفت در خونه داد نمیدونست که ببر بده، خب در بیاره خرج فاطمه حسن حسین هم باید بگذاره اونم نبیرن گشنگی، نه خرج را در می آوردن. که یاد مثال 42 بود مثلا توی مکتب اسلام های مکارم مجله های ماهیانه بود پخش میکرد، خیلی چیزهای خوبی می‌نوشت. حوصله کرده بود به پول روز اون روز که هر سالی درآمدش چقدر میشده. آخه هست تو تاریخ ها، مثلا کجا رو داشت، کجا رو داشت، ینبع اونم کشاورزی داشت، کجا باغ داشت، کجاست، اینا هست. به پول اون روز حساب کرده بود امیرالمومنین ساری 40 میلیون تومان در میاره. 40 میلیون 42 گاله باید بگم 400 میلیارد خیلی درآمد داشته خواهد میدادن و در می آوردن، درآمد رو در می آوردن. نه چون بعدش آخه پشتش قوی شدن دیگه. قرآن هم در می فرماد که یمدت کن به اموال و بنین، من که خدام کمکتون میکنم، پولتون رو زیاد میکنم و پسراتون رو. خود پول پارامتریه. بله خب یه کارهایی هستش که مثلا مستحب به کسی بکنه، خب ولی میتونن پولم بگیرن. سلس مال رو واجبه وصیت کرد؟ نه خیر، سلس مال واجب نیست ولی بعضی جاها دیگه واجب میشه. در مسئله 2702 گفتن کجا واجبه سلس مال. بخونید 2702 مطلب که فرمودیم ائمه اینطوری تلاش میکردن در می آوردن. الان مثلا مراجع ما چون به اغلب نه مراجع ما باید درس بخونن چه کنن اینا. هر سالی پیغمبر یا مفته که تا صبح بگم یا مفت علم بهشون داده بوده. من بیچاره برای یک کلمه بعد سر تمام کتاب ها درس فلان اینا تا مثلا بتونم این جلسه شما رو خب باید زندگیم پس یه جوری بگذره. اونم اونجا هم بود. البته خداوند برای ائمه اینا درآمد قرار داده بودن. اینجا تو کتاب انفال آی خمینی اینا رو گفته. بخونید بعد. کسی که نشانه های مرگ را در خود میبیند اگر نماز و روزه قضا دارد باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر بگیرد. این سلس ماله، از سلس وصیت کن. بله اینجا دیگه واجبه. یا اگر پسر بزرگه بهش خبر بده یا چه. اگر مال نداشته باشد ولی احتمال میدهد، احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی بگیرد آنها را انجام میدهد، باز هم واجب از وصیت نماید. بله. و اگر قضای نماز و روزه او به تفسیری که در صفحه 217 و 218 گفته شد بر پسر بزرگترش
واجب باشد باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او به جا آورند. بله ببینید، مثلا سلس مال اینجا محل پیدا میکنه چون نماز روزه گردنشه و حق داره از سلس مال میتونه تا سلس، اگه از سلس مال هم برای من نماز روزه بخونه. بخشی از سلس مال هم میشه، مثلا بگیم 50% سلس مال. اصلا سلس شما بخش بر 10,000 کنین، بخش بر 1000، 100، 1/100 خرج بشه، بقیه رو بدن ورثه بخورن. بله اصلا همش مال ورثه است. ما میتونیم تا سقف سلس، نه که لازمه، میتونیم تا سقف سلس از سلس تعدی کنیم بعد ورثه اجازه بدن، وگرنه فایده نداره. بله نه اون مورد طرف گفتش اینجوری بگم، تو جلسه نشسته بودیم، جلسه دوشنبه بود، داره بیادم خیلی سال پیش، گفت آقا پدر من وصیت کرده که سلس همش هم یه خونه داشت، کارمند بوده، خونه مسکن کنه، من هم خرج چی کنم، گفته راجع به همه سلس. بعد خب چی کار کردی؟ گفتش که آخه خودم مادرم اینا چند تو هستیم، مثلا خونه نیست، خب کجا بریم بشینیم برفروشیم هم که کجا چی فلان، و هیچون عمل نکردم. گفتم چند سال پیش پدر برم؟ گفت 8 سال پیش. و من اینجا بود که گفتم، مثال زدم، گفتم پیغمبر اون شخصی که دم مرگ غلاماشو بخشیده بود فرمود اگر به من گفته بودید نمیذاشتم تو قبرستون مسلمان ها دفنش کنم. این با دست خودش زن و بچهش رو گدا کرد. خب این زن و بچه بعد از من آبرو بعد آبرو من زندگی کنه، خب از ارث اینا تأمین کن، حالا چیزی هم لازمه باقی سلس اینا وصیت کن. باید حواسمون باشه. بعد دیگه بدهکاریش جوری باشه که به زن و بچهش ضربه میزنه، ولی بدهکاری باید وصیت بکنه؟ نه بدهکاری خود خدا هستش، شرعی رو میخوان، عرفی هم مردم میان میگیرن. یک کسی میگفتش که به ورثه من بگوید که خبر مرگ منو شنیدین، نه خود نمیخواد رقاصی و پایکوبی کنید و جشن بگیرید، صبر کنید، خبری نیست، برای اینکه بعد بدیهای مردم همه داده بشه، بدیهای شهری بعد داده بشه، چیزایی که مالی گردن آدمه، مثلا روزه‌ای که بعد کفاره بدیم مالیه، اونا برداشته بشه، اگه حج نرفته باشن بعد برداشته بشه از اصل مال، خرج کفن و دفن و اینا از اصل مال برداشته میشه. حالا میان ببینن به سلس وصیت کرده چیزی، اونم ور میدارن، حالا اگه چیزیش مونده شما ورثه برید ورده که هیچی نمونده. خونه‌ای واسه زن و بچه آدم نمونه باید اینا بره. اینا که هست، ولی اصلا میره زن و بچه اگر اینا بخوان خونه ندن قاسبن دزدن، اینا مال مردمه. بله حاج آقا، بر زنی که داره خانه‌داری میکنه، اگه همسرش وضع خوبی داره و هرچی داره ثروتمندان باشه، بعد این زن حج واجب میشه یا نه؟ فرق میکنه، زن بتونه بره مکه یا شوهرش بهش بده، باباش از درآمد خودش باشه، هرچی بتونه مکه بره و بیاد حجش واجب. سوال در واقع اینطوری میکنم، آیا مستطیع میشود زنی که شوهرش پول داره یا خیر؟ نه ببینم، مگه شوهر بذل کنه بگه میبرمت مکه، ببینه خب پولی رسیده میره، اون وقت حج بذلی نمیخواد شوهرم باشه، هر کی باشه طرف من میگه تو کوچه خاتم شو برو مکه، من پول مکه تو میدم، من واجبه برم، مگر منتی نباشه چیزی باشه که مگر واجبه برم. حالا اگه خودش مستطی بشه میگه بازم از گردنش بله بله خسارت میشه. بله بله اینکه حضرت موسی علیه السلام در دوشای علیه السلام بعد 10 سال خدمت کرد. ها شعیب، بله صحبت 8 سال بود. خودش فرمود شعیب اونجا که ان اتممت عشرا فمن عندك، اگه 10 سال این کارا رو بکنی دیگه تو مثلا کار خوبی کردی. و حضرت موسی 10 سال کامل کرد. از سوال از این که بعد از رفعت پیامبر از گوشن اسلام، این وحی که به سلا به حضرت فاطمه سلام الله علیه شد و جبرئیل نازل بود و با این صحبت میکرد، بعد میدوشتن که علی علیه السلام جبرئیل رو نمیدید، سخنرانی هم بود و حضرت امام خیلی مفصل امام خمینی
راجع به همین قضیه مفصل صحبت می‌کردن که بله بعد از این حالا فیلم مدت 75 روز یا 95 روز به سیدی اومد. این که جبریل رو نمیداد نمیدید من اول باره میشنوم. حالا اگر گفتن باش خود نمیدید. الان فضای ما پر فرشته است. دو تا فرشته هم حالا شما رو مینویسن هم چند تا حفظتون میکنن و هم نمیبینیم فرشته ها. توش یه حرفیه. اگر بل... نمیدید مثلا الان حضرت فاطمه سلام علیها و همیشون رو میدیده باش صحبت میکنن. اگر علی اونجا بوده نمیدیده یعنی مثلا نه باشه نه. یقیناً همون لحظه اگر فاطمه زهرا قبض روح بشه امام زمانش علیه و امام بالاتر از اونه. از زهرا تو شخصیت سومه اما خدای چیز داره میخواد انجام بده، باید ارزش فاطمه رو نشون بده چون فقه همش تو اون که صحیفه آمدش احکام شرعی پیغمبر چقدر تونست یاد بده یا یاد گرفتن یا بودن. اصلا مسلمانی در کار نبوده. این یه سال و نیم آخر خود شلوغ شد. یدخلون فی دین الله افواج. یا 100 تا مسلمان شدن 10,000 تا. این آخر شلوغ شد. و تا قبل از فتح مکه که خبر اینا. وقتا وقت نبود. همش جنگ و گرفتاری. همه پلو پیغمبر نبود. احکام شهر هم نگرفته بودن. و بعدها از ائمه میپرسیدن که شما این احکام شهر رو میپرسیدن. از کجا بلدین؟ میگفتن تو کتاب مادرمون خدا و گفتن دو برابر حجم قرآن نازل شده بعد هر سلیم می نوشت. این کاری که برای پیغمبر میکرد. پیغمبر وحی رو می فرمود هر سلیم می نوشت، از زهرا می فرمود علی می نوشت. پوست بزغاله ای بود 70 ذراع 35 متر حدودا که اونجوری تا کردم. اینا همه رو نوشته شد. خدا می خواد این احکام شرع به ایشون نازل بشه نه به کسی دیگر. اگر هم گفتم علی نمیدیده و عدبس نمیشنیده هیچ، مخصوصا عظمت فاطمه رو میخواد نشون بده. آقای این علم فرق نفر که یکی بسرا در همین وضعیه میگن که بسرا وحی فقط مخصوص پیامبران بقیه و اگر چیز هست الهامه. الهام و فرق در با وحی. حالا هرچی هستش جبرئیل آمده گفته، حالا شما هر اسمی بخوایی بذاره برشون و ایشون هم املا کرده از زهلا نوشته از علی نوشته شده. حالا اسمش الهام باشه وحی باشه. آیا یعنی علم فقه خانو بیشتر آقا امیدن بوده؟ یعنی علم فقه خانو از زهرا بیشتر امیدن بوده؟ نه از زهرا هم نمیدونست، حالا جبرئیل گفت. ایشون هم گفت اون نوشت، حالا هر دوشون یاد گرفت. یعنی امیرالمومنین تا موقع کتابت نکرده بودن نمیدونستن؟ نه اینا رو معلوم نیست که ما چی کنیم اینا، چون علومشون بوده. خدا مخواسته این مسیره. مثلا همین قرآنی که نازل شد پیغمبر میدونست. پیغمبر 10 سال قبل از اینکه پیغمبر بشه علی تو دامنش قرآن خوند سوره مؤمنین رو قسم هم خورد که عین من که الان میدونم میدونست. اینا هم تو شکم مادرم میدونستن، قبلا هم میدونن. اینا رو داده خدا بهشون به حسب ظاهر اینجوری ظاهر شد. ارزم بر این که بله، یکی این که به زنبور عسل اوحا ربک الى النحل سوره از نحل میدن خدا گفته میدونم میگن اجتهاد مقابل نص. خدا میگه اوحا، میگه نه غلط گفتی بگو میفهمم. میفرماد اوحا فی در هر آسمان قرآن امرها، کار آنها تو آسمان ها وحی کرد به همشون وحی. هر کجا هست بگرد تو قرآن هر جا وحی هست وحی. اوحا الى ام موسی، اوحونا الى ام موسی عن ارضعه. بله اینا وحی. آخه چه فهم میکنه؟ منظور اینه که خدا گفته. حالا یا خدا تو قلبش گفته یا فرشته اومده حرف زده یا مثلا حضرت موسی صدا رو خلق کرده شنیده. به انواع مختلف ارتباط با خداست. خدا رو بگوید من رمضانی هم کرارن الهام کرده چیز درست هم بوده همه شده. بله شما نمیخواد اینا که الهامشو من بنویسم، شما بگویدم. عرضم بر این که کاری نداریم. ببینید اصلا شما به چیزی زد وحی زد در ده بکنید تش به خدا میرسه دیگه. خب چه تأثیر داره؟ حرف خدا صرفت چه یه اسم بذاره روش. الان شب ما میام منزل شما شروع شروع کباب برگو بده بخوریم، هر اسم میخواست شو بذاره بگو اینجا گرفتم اونجا گرفتم. بالاخره حرف خدا اومدش. بله این چیزی نیست که روش تکیه کنید. حالا راجع به اون مسئله قبلیه که راجع به حج خانوما گفتن، اگر مهریه زن چون این در مطالبه است مرد قدرت پرداخت داشته باشه بر زن واجب ازش مطالبه کنه بره مکه؟
بذارید اینا حلش کنیم. مردم چون لغت ها رو بلند نیستن، دیدم کسی داشت عقد میخوند، اون میگفت اندل مطالبه است یا اندل استطاعه است، دیدم اینا بلد نیستن. همینطوری لغت ها یاد گرفتم میگم. تمام بدهکاری های خلقت، کل بدهیات این پنیر که شما مغازه میخرید که نسی است، وقتی شما داشته باشی واجبه بدی، اون مطالبه کنه. اگه مطالبه نکنه مستحبه بدی. تمام بدهی ها همطوره. هم لغت ها رو بلند نیستن، خیال میکنن یه چیزی الان پیدا کردن. الان من از کسی طلب دارم، وقتی مطالبه کنم بگم بده، اسم زمان نداشته باشه، چون قبل از زمان حق ندارم مطالبه کنم. زمانش رسیده یا از اولم بی زمان بوده، من مطالبه کنم و واجبه وقتی داره بده. اگر نه من واجبه که نظرتون الی میسره، صبر کنم تا داشته باشم. مهر زنم هم طوره. این لغت ها رو همجوری میگن، خیلی یه چیزی پیدا شد. زن وقتی شوهر داره، وقتی زنم مطالبه نمیکنه مستحب بده، وقتی مطالبه کنه و این داره واجبه بده. بده. خب بر مرد واجب میشه، بر زنم واجبه که مطالبه. نه نه، شما کسی طلب داری وجوب مطالبه نمیکنه، مگه خود لنگ باشی که شوهر بگه مطالبه. مثلا در حج چون میدونه اینه که طلب داره از این، اینم داره بده، حالا به خاطر حج واجبه مطالبه کنه برمک. بله به خاطر حج، بله حج واجبه. من اگه بخواد مثلا بگه آقا من مطالبه نمی‌کنم که مستقی نشم، این بس بله پیش پیغام بدید غلط کردی. میگن که در مورد حج چون اون داره واجبه مطالبه کنی بری. بله زنم زود میترسه تشریع بری میترسه. یه مقداری داره که یکیش میتونه بده، اونو بده خانم بره خودش. نه ببینید اون وقتی مطالبه کنه پس خودش مستقی دیگه نیست. الان خودش چجوری بره؟ مگر اینکه زنه مطالبه نکنه، نمیکنه تا ایام هاشا خودش میتونه بره بیره. خب نماز استیجاری که فرمودین محاسبه خاصی داره که مثلا عددش در میان؟ نه نماز خونه رو حساب میکنم. ببینید داشتم یه فرد نماز بخون داشتم یادش بدم نماز استیجاری. تو مگه کسی بتونه یک شبانه روز نماز، یک شبانه روز نماز 17 رکعت، حالا آخرش میگنیم تو 20 دقیقه کسی بخونه مثلا، اما اگر 12 شبانه روز و یه روز بخونه تو یک ماه یک سال رو میخونه. اما 12 تا 20 دقیقه که میشه چقدر؟ میشه 3 ساعت 4 ساعت میشه. 12 تا 4 ساعت. داره. خب وقتی کسی ببینه 4 ساعت باب داشتن وضو، رکوع بره، سجده بره، حرف بزنه، خودش شغل نمیشه دیگه، خاص نمیشه. وسطاش هم اینا. اینو وقت کامل بخونه یا که به همون حالتی که نماز داره قضا میشه؟ نه تو رساله ها نوشته. نه تو رساله ها نوشته. علت اینم که شما سوال میکنید اینه که شما هیچ وقت ناپرهیزی نمیکنید رساله بخونی. خدای نکرده چیکار داری؟ وقت گناه کبیره است آدم نگاه کنید تو چی؟ نوشتن. نوشتن که آقای خمینی گفته به غیر متعارف، آقای تبریزی میگه اقل وجوبم به خونه کافی که اختلاف هم شد. بله ببینید اینا هست. حالا با یعنی زن که مثلا تیکتاکی که با 30 میلیون مثلا کرده، حالا میگه که مثلا در اون زمان باید من مثلا الان بالاتر. نه اون یه حرفای خودش بوده. الان در سال 64 ما رفتیم قله حکم خونه که الان من اومدم جلسه، 3,600,000 یا 800,000 تومان قسط یه سال نیمه خریدیم که زمینش حدود 400 متر بود، زمینش متر 10,000 تومان نیفته با اینکه ساختمان هم داشت. الان گرون شد. اون وقت انقدر خریدیم دیگه اگه مثلا من بدهکار باشم صاحب خونم پولر بدهکارم اگه نداده باشم. اون پول اولی. خب بله خواه انقدر بدهکارم، زمین بشه بدهکار، پول بشه بدهکار. یه خانم زن من شد مهرش رو کرده 5,000 تومان وجه رایج مملکت ایران. هر وقت میخوام بهش بدم میگردم ببینم مملکت ایران کجاست، پیدا که کردم میپرسم آقا شما به چی میگید 5,000 تومان؟ میگن اینه. میگم بفرم وجه رایج مملکت ایران. بله نمیخوای برون دادگاه. نه دادگاه درگیر صحبت شده باش، شنیدم که این سکه ها رو نم 110 تاش داره دفاع میکنم، بقیه اش چی میکنم؟ نه حاجا با 110 تا رو میگه که باید شما پرداخت کنی، مثلا اگه 400 تا با 110 تا رو پرداخت کنی برای حبس و اینا نمیمدن، بقیه اون 270 تا بسته میکنم. اونا خود دستگاه های قضایی است. رقم پول حاجا 5,000 تومن و توی اصلا
سیستم هستش کامپیوتر بله بله میگه 5000 تومان چه سال بله سال که وارد کنی قیمت امروز رو میگه اصلا اصلا شما میدونین چه حرفا میزنین برای اینکه تو قانون این کارو میکنن اونا سرنزه دارن مأمور اگر که سراغ بدونید این موضوع شیطان که از قبل شروع طرف حمله میکنه بله این آدم ها در تفاسیر به طور مختلف چیزایی نوشتن چیزایی مختلف زیاد نوشتن که مثلا از دور حمله میکنه یعنی چی از عقب حمله میکنه یعنی چی از سمت راست یعنی چی از سمت چپ یعنی چی اینا رو تفسیر کردن بله من خواستم که از لسان مبارک شما بوم بده خدا صفحه 152 خط سوم بیای خط چهارم بخوای بخونی اونجا که 15 نوشته قالف به ما اقویتنی میتونید بخونید دو سخت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من اون را همه رو گذاشتم کنار این که آقای امام باقر علیه السلام معصوم علیه السلام فرموده ای ما چسبیم اون که بله هست تفسار هم بله امام باقر فرمودن که از پیش رو به سراغشان میرود یعنی آخرت را در نظرشان بی ارزش میکنید و از پشت سر یعنی اونها را به جمع ثروت و ندادن امور واجبشان فرمان میدهید تا برای وارثان باقی بماند بله. و از سمت راست یعنی دینشان را با زینت بخشی گمراهی و خوب جلوه دادن شبهات خراب میکنید و از سمت چپ یعنی لذت‌های دنیا را دوست داشتنی براتون میکنید شهوت‌ها را در دل‌هایشان غالب میکنید بله متوجه هم نخیبه حالا علت این که تفاصیل مختلفه میگم چرا مختلف آیه رو بخونید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين تقبل الله صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم یه مطلبی که در راجب شیطان بگم براتون قیامت خب حساب کتاب ها هست و همه هستن اونجا قیامت که عمل نیست همش دارن حساب هست شیاطین هم هستن جن هم هستن ملائک هم هستن وقتی قضی الامر دیگه تای خط فرمان صادر میشه این جهنمی است این بهشتی است یا کجای جهنم کجای بهشت دیگه خیلی وحشت میگیره جهنمی ها رو دیگه این در میزنن دیگه یه سری یخی شیطون رو میگیرند سوره ابراهیم نقلشو کرده چون اونجا یه حرفای شیطون زده اون وقت به درد این تفسیر الان ما میخوریم صفحه 258 قرآنتون بیاد پایین 6 خط خط شیشون و قال شیطان تا اونجا رو بیاد پایین این قیامته قیامت شیطون رو میخورم لما قضی الامر دیگه فرمان صادر شده و میگن تو باعث شدی تو ما رو گمراه کردی شیطان صحبت میکنه به گناهکاران میگه ان الله وعدکم وعد الحق میگه آیا وعده های خدا به شما نرسید چرا رسید میگه وعده هاش هم همه درست بود خدا منم هر وعده ای میدادم همش باطل بود گولتون میزدم بله و وعدتکم فاخلفتکم وعده های من همش برای اینکه شما رو منحرف کنم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم این حرف تای خط راست میگه دیگه هیچ تسلطی من به شما نداشت فقط گفتم اینطور مثل که شما تو خونه نشستیم نه نفرت پشت در ولی آشنا غیر آشنا یا خونه اجاره ایست یا خونه میرفوشیم یا فلان قیمت دعوت میکنه میگه من فقط بیشتر از این دعوت کردم من که زورم نمیرسید من که حل نمیتونستم بده میتونستی بپذیری میتونستی نپذیری اما شما فستجبتم لی به من جواب مثبت دادید
سی که خدای نکرده زنی کوچه پیشنهاد زنا به من بکنه، خب میتونم بگم نه، میتونم بگم آره. خب تو جواب مثبت دادی، من زور نداشتم که بکشم اینو، چون نه فقط دعوت. بله علی مغازه ها که رد میشید بازه و این چراغ روشن و جنس ها رو نمایش میدن، اینا همه دعوت دیگه، یعنی بیا من بخیر شو خاص میخری رد میشید، زور بیشتری ندارن. میگه من همین، ما تسلطی من نداشتم. فلا تلومونی، منو چرا ملامت میکنید؟ لومو انفسکم، خب نمیخواستی گوش نکنی، خب تو با چشم باز خدا رو ول کردی، عقل رو ول کردی، همه رو اومدی حرف منو گوش کردی. ما انا به مصرخکم، حالا امروز مگه من میتونم کاری برای شما بکنم، فریاد شما برسم؟ و ما انتم به مصرخی، شما هم نتونی به فریاد من برسی. انی کفرتو به ما اشکتمونه من قبل، به مشرکا میگه احمقا، من خودم داشتم وسوسه میکردم این بت شریک خداست، خودم صد در صد میدونستم دروغه و خودم کافر بودم به اینو، مشرک بتر شریک نمیدونستم، تو خیر باور کردی. تمام اینا گول میزنن اینجوری، خودشون میدونن دارن گول میزنن، اون گول میخوره. بعد خدا میفرماد ان الظالمین لهم عذاب علیم، خوبی ظلمیست که تو خودت کردی به خود، خوش نمیکردی. حالا اینو خاطرتون باشه، شیطان تسلط نداره، انسان مختاره. از اون طرف هم خدا اتمام حجت میکنه، میکنه حتما، عقل داده، فهم داده، درک داده، پیغمبرا میان، خبرا میاد، اینا هم هستش. همه بشر میمونه رو تصمیم گیری که اینو انتخاب کنه یا اون، و همین که قرآن میفرسته ظلم میکنه اون بدر انتخاب میکنه، خب خوب بر انتخاب بکنش. حالا این آیات که خونده شد، شیطان سجده نکرده با آدم از اون بالا، بالای صفه، خدا بهش فرمود ما من اکن تسجده اذ امرتک، آخه این تو ملائکه بودش، امر به سجده شد، امرم شنید، میدونستنم باید بره سجده کنه، ملائکه هم همه سجده کردن، این نرفت سجده. فرمود من وقتی امر کردم سجده کنید چی باعث شد که تو نیومدی؟ خدا من تبارک و تعالی خیلی کریم، بزرگوار، خیلی رام یاد که مثلا بگه حواسم نبود، دیر کردم، معلوم میام اینا، با که همه چی رو میدونه خدا. وصلت به کرال خوندن و گردن کلفتی کردن، قال انا خیر من، میگه تو چیزی سرت نمیشه، به خدا میگه من بهتر از آدمم، خلقتنی من نار، من از آتش خلق کردی، من بهتر از اونم، به خلقته من تین، اونو بگو بیاد به من سجده کنه. نفهم، نه اینکه من برم موزه، داره درگیری هم داره میکنه، داره با خدا درگیری میکنه، معلوم میشه. خدا فرمان بر قال فهبت منها، از آسمان رو بر. اینجا همه فرمان بری میکنن، تو تکبر کردی بر. مثل که تو ارتش کسی تمرد میکنه، اون رئیس ارتش اصلا از ارتش بیرون شد. بر. فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو حق نداری اینجا منم بکنی، خودتو بزرگ حساب بکنی. فخر جنک من الصاغر، خب اینی که شیطان الان داره میگه و ما هم گوش میکنیم، هممون هم بدمون اومد از شیطان، هر گناهکاری همینطوره، هر گناهکاری وقتی به اون خانم ابلاغ میشه که با تو بپوشون از نامحرم، داره به خدا میگه تو نمیفهمی، موامو بذار ببینم اخش اخش کنن، من مشتری پیدا کنم، چی چی برای چی پس این مورو داره با خدا حرف میزنه. خدا اینو میگه حرف زدن، ابلیس هم همینطوره، همه گناهکارا دارن اینو میگن، میگن آخه هر کسی اون کار خودشو بهتر میدونه و خدا رو نفهم حساب میکنه. خطر اینجاست، خطر کتک خوردن قیامت اینجاست. تو خدا حکیم، دستور صحیح، به نفعت، خلافش به ضررت، به خودت داری ظلم میکنی، به دیگران ظلم میکنی. نه میگه تو نمیفهمی، اینجور بهتر. ببینی همچه همه گناهکارا همطوره، همه اون بی نمازه که نماز نمیخونه، شرح میگه بخون نمیخونه، اون لحظه آخر که داره قضا میشه دیگه جدیه، دیگه واجبه، یعنی دیگه مستحب بودنش هم تموم شد، واجبه. حالا نمیخونه چیکار میکنه؟ مثلا داره چای میخوره، راه میره، میخنده، به خدا میگه این کاره بهتر از اونه که تو میگی، تو چه میفهمی اصلا؟ خدا بلد نیست که در همه حرف ابلیس رو میزنه دیگه. خب دلیل اینکه میکنه، انسان کاری که میپسنده میکنه. ببینم چه خطری داره تحت مقابل خدا واسه
این ایمان میخواند و چه و چه اینا هستش. خب حالا برو بیرون. برگشته گفته که انذر نیلا یوم یا بسون، عمر به من بده، انذار یعنی عمر، عمر به من بده تا قیامت. پس شیطون قیامت رو قبول داره، داره حرف میزنه دیم، بخواد چه کنی تا قیامت زنده باشی؟ قالف به ما اقویتن، خدا فرموده نکم من المنظرین، مهلت بدادم. از جای دیگر قرآن میفرماد الا یوم الوقت المعلوم، نه تا قیامت، تا یه وقتی که خود من میدونم، ولی مدت داره الان مهلت بدادم. حالا دو ورداش، قالف به ما اقویتن، یه جسارت دیگه هم به خدا کرد، بگه این که تو به من گفتی که برو به آدم سجده بکن، تو منو گول زدی، تو منو اخفال کردی، تو منو خراب کردی، به هیکل من چی؟ من اون باید به من سجده کنه، تو حق منو خوردی. شروع برو تو جسارت داره میکنه، خدا لعنت کنه ابلیس رو به این شرارت با خدا داره درگیر میکنه. حالا به این حرفی که غلطه، حالا میگه لعقودن نه لهم صراط المستقیم، من حتما جلوی راه مستقیم تو میشینم. راه مستقیم این رساله هاست، بله راه مستقیم هست، احکام خدا همش راه مستقیم، نمیذارم این دستورها رو اجرا کنیم. لآتین نهم من بین عیدی هم، گاهی از جلوی روش رو میام گولشون میزنم، گاهی از پشت سر میام گولشون میزنم، گاهی از سمت راست، گاهی از سمت چی، و نتیجهش اینه که لا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثرشون رو نمیذارم شاکر تو بشن، دستورهای شهر رو اجرا کن. عمل کردن به دستور شهر و شکر بهش میگن تو دعوای نرخی هم تیشون. اونجا هم خدا به پیغمبر میفرماد، جای دیگه میفرماد ان مت او قتل، تو اگه بمیری یا کشته بشی، رو میکنه خدا به مسلمان ها میفرماد انقلبتم علی اعقابکم، میخواید دوباره برید مشرک بشید و همون که قبلا بودید. بعد میفرماد فمن ینقلب، هر که برگرده خدا ضرر نمیخوره به خدا، و سیجز الله الشاکرین، اونی که بر نمیگرده من جذابش میده، ولی اسم اونها شاکر میزن. اون وقتی که تو در این وضو میگیری، داری به فرمان وضو شکر میکنی خدا، این دستورم نماز داری شکر میکنی، بردن دستورات الهی رو خداوند شکر حساب کرده. یعنی درسته صحیحه من باید قدردانی بکنم، دوای دکتره که میخوری که میدونه الان خوبم میشی از مرگ نجات پیدا میکنی، در واقع شکر این نعمت هم داری به جا میاری، نعمت دکتر و دوا رو. میگه نمیذارم اکثرا شاکر باشن، نمی دستوهای تو رو اجرا کن. خدا هم فرمود اخرج منها، برو بیرون، تو مذعومی، رانده شده و مدهوری، از برای رحمت من رفتی، حالا من میام سراغ. ببینید قرآنی که ببینید اقوال مختلف می‌نویسن، این قرآن مال 73 تا فرقه است، ما با 12 امام اونها همه یه فرقه هستیم، شیعه جعفر اثناعشری اونا هم تفسیر نوشتن، حرف زدن، به فکر خودشون مطالب گفتن، کتابا رو چی کردن. یه بنده خدا یکی از بچه‌های ما پرسید می‌خوام کادو برای خاتم بیارم، نابلدی همطور گفته تفسیرنم زمخشری، سمخشری سکسونی که همه شرارت تو تفسیر شد حال منه، یه خطشو بخورم بعد نصف رو داشتم قصه بخورم، اینقدر پدر سخدم چون به این همه تفسیرم بند خدا بهش برم، تفسیر نوشتن صد برابر ما، اینقدر حرف زدن این آقایون مفسرین میخونن اونا رو هم من چی میگن حرف درستی توش هست نیست، برای اینکه مجلدات این کتابام زیاد بشه مینویسن قولای اونا رو، نه این که میگن درسته، میگن این قولم گفته شد، علت این که به اقوال مختلف میگن از اونا برداشت میکنن. ولی خب ما ائممون فرمودن همه رو باید اونا رو بیاریم، اونا رو بگیریم، اونا رو چه بکنیم، اون مقدار که الان تو حافظه من هسته با این که الان شما فرمودید، سوال کردن از ائمه، فرمودن که این که میگه من از پشت سر میام معناش اینه، حوادثی که در گذشته برای شما انجام گرفته، در گذشته برای من و شما، مثلا 5 سال پیش بود لنگ بودی رفتی از داداشت بگیری نداده، اونو یادت میاره، حالا که اومده پول بگیره بشه نده، اون پولیدی خود اون نداد تو هم نده، حوادث گذشته رو ملاک میگیره که تو بندگی نکنی، وسوسه میکنی، نه که آن مردم ولشون کنه، نه دیدی اون روز کمکت نکن، تو هم نرو کمک بکنی، از
حوادثی از گذشته در ذهن انسان وسوسه میکنه که وادر کنه گناه بکنه، کار خیر نکنه. از آینده آینده رو برات جلوه میده. آه خرج داری بچهات، خرج دارم، پوم چی فلان درده پول تونا، بعد میخوای و احتیاج داری فلان، آینده رو برات همچین جلوه میده که تو مثلا کار شهری رو انجام ده. از سمت راست، از سمت چپ، از سمت راست شیطون حقبازه، تو رو حریفت نمیشه بگه نماز نخون برو زنا کن، نه تو نمیری زنا کن. یه جور دیگه چی میکنه؟ الان این کار خیره بکنیم و الان چیه بکنیم؟ هی یه جوری سرت و بند میکنه، یا نخونه نماز رو، یا بیفته آخر وقت ثوابش کم کنه، ولی کار خیر پیشنهاد میکنه، خودت نمیفهمی که این خیره بهتر از این خیر است، اینجوری اخفالت میکنه. یه آقای بودش توی دارالفنون، ما محصل بودیم، من سال 36 تو دارالفنون رفتم شدم کلاس 7، سال 41 هم دیپلم ریاضی گرفته اومدم بیرون. یه آقای بود کلاس 7 و 8 و اینا، دبیر عربی ما بود، آقای کماری، خدا غریق رحمتش کنه، خیلی خوب محصل بود، کتاب عربی ها درس میدادی. اون وقت حالا اگه یادتون بیاد، اگه یاد اون وقت بیاد، مثلا 24 تا درس عربی بود تو مدرسه ها، مثلا میشتفتیم 8 تاشو خوندن تا آخر سال، 10 تاشو بعد همه بخونن، در کتاب دولت چاپ کرده بعد همه بخونن. این اول سال که اومد سر کلاس گفت به همه، آخوند بوده، آخوند خدا رحمتش، گفت من کتابو از اینجا تا اینجاش درس دادم. یعنی فکر این که من چیزی درس نکنه همه رو درس دادم. این تو جون من افتاد، من هر کتابی میگیرم از اینجاش میخونم تا اینجا، رو جلدام میخونم. آخه بولشو دادی، خب بخونم چی نوشته، با پول برای چی؟ میگن طرف آبگوش خریده بود داشت میخورد، موش افتاده بودش، بعض وقتا یه جایی بود موش افتاده توش، یه قبه خونه بود رفتم زیر دم زغال اینا، خیلی سال پیش بالاش خب موش گایی، این یهو از حرارت میفتاد تو اونجا، حالا شاید داشت موشر میخورد، گفت نخورم باشه، گفت پولشو دادم برو، پولشو دادم بعد بخورم. حالا کتاب من هرچی گرم بیاد جدی عادت شده، اینا رو هم میخونم، حتی لغتاش هم نیست، حالا بیاد ببینه چون تا اینجا میخونم، به پولش دادیم، خب ببین چی نوشته. این آقای کمره ای باعث شدش، خدا رحمتش کنه. بعدم لغت میگفت، تفکیک میکرد، ترجمه میکرد. الانم که الانه تو کلاس ها، الان 50-60 سال من همین کارو میکنم، قرآن میخوام کلمه کلمه میگم، ترجمه میکنم، بره خیلی باسواد میشه آدم اینجوری. خب یه جا یاد میگیره دیگه، هر کسی یه چیزی از یه جا یاد میگیره. خیلی آدم خوشمزه هم بود آقای کمره ای. بعض وقتا بچه ها میخندیدن، میگو پسر سوئیسی خندیدی، سوئیسی، نه حالا سوئیسی ها چجور میخندن، میگو پسر سوئیسی خندید. حالا بهش درس میداد، این میزنم سر چیه، بچه ها شلوغ، دوتا شلوغ کردن، ما گفت چیه؟ این مثلا گفت خودکار منم قاپید، این حواسش نبا قاپید، خیلی من قاپ تو کاره، گفت بده قافر، گفتم قاپ، گفت قاپید، گفت ها یعنی رباعید، کم نشون گره بونم برکردم. خوشبزی که خدا رحمتش کنم آی کمری، میگفتش که پدر من انقدر بچه داشت همه آی کمری که در اتاق ما مثل در مسجد کفشی خدم. میگفت انقدر شیطون بودم بچه بودم، خونه که میمادم اصری 8-9 نفر برای شکایت صف کشیده بودن که شیشه یکی شکسته چی رو چی کار کرد. خدا رحمتش کنه آقای کمری. حالا گفتم اینا رو به مقدمه چیز، بله حوادث از خوب اومد ایشون، اینا گفتم برای این. یه دفعه بعدها من یه وقت دیدم اینا، بعدها با دیگه دانشگاه اومدیم درست و طرق، یه دفعه تو خیابون دیدم از اون دوستمون آیه عقیق، پرسیدم که حاج آقا، این استاد ما بود توی دارالفنون، گفت ایشون اینجا محضر داره، محضر ازدواج طلاق، طرف های میدان شهدا اونجا بودش. یه دارم توی مغازه رفتم، تو ایشون نشسته اون مغازه هست هنوز حاج آقا زیا، خب اون من نمیشاخت، ما احترام و سلام دیدم داشت حرف میزد، به این جمله رسیدم، خیلی همه تعجب کردم، داشت میگفتش که این دعای کمیل اینا آقا براس طلب سم تعجب کردم از را رسیدیم، یعنی چه دعا کمیل برای طلب سم، آقا ساکت شدم، بعد توضیح داد فهمیدم،
گفت میرن درس بخونن، شیطون میاد آقا شب جمعه و دعای کمیل که درس هم نخونه، درس هم دعا کمیل بخونیم و اونجوری کنیم و گریه کنیم و بریم جمکران و بریم مشهد و بریم عمره و اینجوری وقت تلفش، درس درس هم نخونه، یه آخوند بی سوادی بشه درس هم دیگه نفهمه، انگل مردم و خودش ایچی بدبخت خیال میکنه الان جمکران خیلی کار کرده. اینجوری شیطون میاد، اینکه نمیده بر لواط کن زمان نمیکنه، ولی اینجوری چرا رفته دانشجوی پزشکی شده اول اینکه درس رو بخونه دقت کنه، هی وقت الان بریم نماز جمعه و نماز شنبه و نماز چی و فلان کارا اینجوری، آدم بدی نیست که بره کار بد بکنه، درس رو نخونه فردا متبز میکنه یا آدم کشه، بلد نیست، طب درست یاد نگرفته، 12 تا علامت مرض وبا داره، این 3 تاش بیشتر یادش نیست، خب میکشه مردمو، جنایتکار درست میکنه، ابلیس بلده چیکار کنه. آه نماز بخونم، شب نماز شب بخونم، دعا بخونم، چی که درس سر نخون. بچه جون تو رفتی درس خوندی، فردا با این کارت میخوای هم کار کنی، هم پول در بیاری، هم مطب میزنی، خوی مدرکی هم گرفتی، خب بلد باشه اینا رو. و و و اینجوری هم ابلیس گمراه میکنه، نزدینه بیزاره چون که نرسن به اصل واجبات اینا نرسن این راه، ولی بعد پیشنهاد نمیکنه، خوبه ولی نمیفهمه که آقا این خوبه جلوی اون اصل رو میگه. ارسلی فرمودن لا غربت فی النوافل اذا اذرت بالفرائض، هیچ تقربی آدم با مستحبات خدا بهش نمیده وقتی واجب صدمه بخوره، مستحبی که بخواد به واجب صدمه بزنه هیچ تقرب برای آدم ایجاد نمیکنه، واجب رو بعد درست کن بعد مستحب واجبه. این از را سمت راست میمیره، سمت چپ نه میگه آبر زنا کن لبوت کن، آدم چیزه میکنه اون دیگه اونجور ساخته نیست، خلاصه هر جوری بتونه اینا رو گمراه کنه، همچه تفسیرهای اینجوری. خب حالا چی کار کنیم نجات پیدا کنیم از دست ابلیس؟ نجاتش دست خودمونه، دست خود تو بخواه بندگی خدا رو بکنی خدا کمکت میکنه، ولی بخواه بنده نشیم سه حضرت آدم که اونجوری برخورد کرد با خدا، آخرم ابلیس زورش رسید از بهش پرتش کردن بیرون. سوره طه رو بیارید ببین چی جور خدا در شهر میده. آدم چرا رفت به شجره منهیه نزدیک شد؟ از اون بالای صفحه وضع خراب شده. بیارید من اونجا که حضرت آدم بیارم من شمارش هم بگم. بله صفحه 320 قرآن خط دوم، صفحه 320 از بالا خط دوم. ولقد عهدنا الى آدم، ما با آدم حرفامون رو زدیم من قبل از اینکه بیاد گمراه کنه آدم رو تو بهشت، با خود آدم حرفا رو زدیم، با زنش هم حرف زدیم. فنسیه پشت گوش انداخت. نسی دوتا معنا داره، یکیش فراموشیست، یکیش پشت گوش انداختن. مفسر بی سواد فراموشی معنا میکنه، نه فراموشی محاکمه نداره، نسیه به معنای پشت گوش انداختن. ولش کن. ولم نجد له از ما، ناگیر آدم اینه، نیافتیم که عزم کنه. یعنی چه؟ یک کسی به شما میگه آفرده بیه جلسه، تصمیم میگیری به هر قیمتی شده بری، یه اسمش عزم. یه وقت ببینیم حالا، ببینیم چی میشه، ببینیم، نه این عزم نیست. آدم عزم نکرد. وقتی خدا میگه نرو به اون درخت نزدیک شو، حالا ببینیم. مثل که شما کارگر رو بردی، میگه آقا این سنگا رو بذار برون. میگه حالا ببینیم. چی رو ببینه آقا سنگا رو بذار. آدم عزم نکرد. لم نجد له عزما. زیرش نوشته عزم استوار برای او نیافتیم. من و شما واجبه. برای هر واجبی عزم داشته باشیم، واجبه ها خود این عزم هم واجبه، یعنی حتما بنا داشته باشیم میکنیم و هر حرامی رو حتما بنا داشته باشیم، به هیچ قیمت نمیکنیم، اینو باید داشته باشیم. حالا ببینیم و چی میشه، چی رو ببینه خونم باید بکنه. آدم ببینیم گرفتاریش اونجا بودش، لم نجد له عزم. شیطان هم میدونه یک کسی به هیچ قیمت نمیخواد خونش رو بفروشه، وقت طرف نکنه هرچی بری نفروشه، یه کسی حالا ببینم این میشه رفت شاید فروخت. یه همچه بساط های مهند عزم کنیم به بندگی خدا، عزم بکنیم خود خدا قول داده تو این کتابش من کمکت میکنم، خدا دروغم نمیگه حتما،
راست بگه، فراموشم نمیکنه خدا، غایبم نیستش، قرآنش هم بلده، تمام قولاش هم میدونه. لن یخلف الله وعده، هرگز وعده هاش خلاف میکنه. تو خلاف میکنه، اون نمیکنه. تو بنا داشته باش واقعا بندگی بکنی، کمکت میکنه، یادت میاره، همه چی همه چی. طریق دعوتش هم بگین، شیطان چجوری دعوت میکنه که من چجوری میشنوم اونو که انجام بده. نه بابا، تو قلب حرف میزنه، وسوسه تو قلبه، تو قلب میکنه، بگه بگم این کار بکن. بعضی دیدم بخوان دعوا کنه میگه شیطان میگه بزن تو دهن، خودش بگه شیطان میگه. اللهم صل الله خدا انشالله که این کرونا رو ببره. الهی آمین. کرونا در هفته چیزی اومده میکرو چی چی؟ میکرو. آره. خدا این اصلا نذره ایران بیاد. خدا به فاطمه زهرا رحم بکنه. خدا به امیر